بسم الله الرحمن الرحیم. مسافری که وارد شهر یا روستا میشه و میخواد 10 روز در اونجا بمونه، باید روزهاشو بگیره، گرچه که 10 روز اون تشکیل شده از 5 روز آخر شعبان و 5 روز اول ماه رمضان. این مورد اول از مواردی که مسافر باید روزه بگیره. مورد دوم، مسافری است که کمتر از 8 فرسخ میخواد بره، این هم باید روزه‌شو در ماه رمضان بگیره. مورد سوم، در سفر معصیته. مورد چهارم، شخصی مسافر وارد شهری شده، کاری داره که معلوم نیست امروز درست بشه، فردا درست بشه، تصمیم نمیتونه بگیره، تا 30 روز مردد هست. از روز 31 دیگه باید روزه هاشو بگیره و نمازش هم کامل بخونه. مورد بعد از مواردی که مسافر باید روزه بگیره، کسی است که بعد از ظهر، بعد از اذان ظهر از وطن حرکت کرد، نباید روزه شو به هم بزنه. و مورد آخر، کسی است که نذر کرده در سفر روزه مستحبی بگیره، که به فتوای بیشتر فقها باید به نظر خودش عمل بکنه و طبق نظرش انجام بدهد. خداوند همه ما را توفیق بندگی عنایت فرماید. هدیه با آستان مقدس امام زمان و حضرت معصوم سلام الله علیهما اجماعا صلوات بفرستید.